متشکرم آقای جواد زاده از این وقتی که به من دادید. دلیل و انگیزه ای که به این مهم پرداختم مسئله جنگ روانی است که قدرت ها علیه مردم را انداختن و این قدرت ها این جنگ روانی را علیه مردم به این دلیل را انداختن که هیچ جنگ دیگه در هیچ جنگ دیگه قدرت ها نمیتون پیروز باشن مگر اینه که ابتدا جنگ روانی رو به راه بندازن و بتونن اونو با موفقیت مدیریت کنن. جنگ روانی توسط این صدا و سیما، رسانه های همگانی، رسانه هایی که از پول ما مردم، از بودجه دولتی، از پولی که واقعا معیشت مردم ایران هست، اون کارتون خواب ها، اون اکثریت مردم که زیر خط فقر هستن، مال اونهاست، با اون پول داره اداره میشه و این رو استفاده میکنن ازش برای اینی که خفقان و سرکوب رو به این ترتیب به ظرف این 40 سال دیدیم بر ما اعمال بکنن. یه مثال براتون میزنم. در اون تجمعی که پیش آمد در روز عاشورا بود چندین سال پیش و به خاطر اینی که شنوندگان در یک سخنرانی بود، شنوندگان اون سخنرانی در تایید و تشویق سخنران شروع کردن دست زدن و تشویق کردن، این رو دستمایه و بهانه قرار دادن برای اینی که ببین که اینا چقدر بیدینن، اومدن اصلا دین و ایمون ما رو از بین ببرن و در روز عاشورا دست زدن. بیا و ببین که چه خبر شد. در روز عاشورا مردم دست زدن، سود زدن، دست زدن. اون مال اون موقع بود، استفاده شد برای اینی که یک عده از خدا بی خبر رو، از عاشورا بی خبر رو بندازن تو خیابونا تو به جون مردم و اون سرکوب و منکوب رو بدون ترتیب که دیدیم اعمال بکنم. حالا امسال چجور شد در روز عاشورا؟ یک فیلمی رو یک هموطنی بر من فرستاده بودن که شمر در اون تعزیه بعد از اینه که امام حسین رو میکشه موسیقی پخش میکنن، همونجا شروع میکنه به رقص بندری و بابا کرم. اون تعزیه دار هم که بلنگو دستشه مردم رو تشویق میکنه به دست زدن و تشویق کردن شمر که داره میرقصه، دست بزنه، برقصه، شادی بکنه به بهانه اینه که این تعزیه است و روز عاشوراست. ببینید که چقدر شله، چقدر آبکیه، چقدر احمقانه است این دستگاه مغزشویی و چه لفظی رو به کار ببرم واسه کسانی که گرداننده این دستگاه مغزشویی هستن و کسانی که گول واقعا از صمیم قلب گول این تعزیه داری ها رو میخونن به این شکل و به اصطلاح هر جور که قدرت دلش بخواد وقایع رو، تفسیر وقایع رو میپذیرن. از حماقت و ذکاوت خواهیم ذکر بکنیم، در این چندین دهه گذشته شاهد فروپاشی رژیم ها بودیم در منطقه خودمون، در بهار عرب و در سایر دنیا، در اروپای شرقی و غیر ذلک. یک مطالعه جالب رو یادآوری میکنم به هموطنان عزیزم، اون کسانی که توی رژیم ها بودن، رژیم هایی که الان از بین رفتن، میبینیم که واقعا درجه ذکاوت و حماقتشون رو میشه واقعا فهمید از اینه که تا موقع فروپاشی اون رژیم چقدر نزدیک بوده حمایتشون از اون رژیم. یعنی هر چقدر که میزان ذکاوت گردانندگان اون رژیم بیشتر بوده، زودتر بریدن خودشونو کشیدن کنار. مثل این کسانی که الان حتی تو مجلس شورای به قول اینها، شورا به قول اینها اسلامی میبینیم، یک عده صریح و روشن از اینها به اصطلاح انتقاد میکنن و چه انتقادات واقعا والا دستشون هم درد نکنه، جانانه ای بعضیاشون. برعکس میزان حماقت هم میشه به اصطلاح به همین ترتیب سنجید. کسانی بودند در به اصطلاح بهار عرب که در اون لحظه های آخر هم فکر میکردن که صدام همینجا وایساده اسلحه به دست خودش داره مبارزه میکنه و قشون امریکایی رو داره دور میکنه از کشور، در حالی که دیدیم که رفته بود مثل یک
سوسک مثل یک موش توی یک سوراخی قایم شده بود که سرنوشت قدرتمداران جز این نیست. و آقای قذافی رو هم دیدیم که از سوراخ فاضلاب کشیدنش بیرون. سرنوشت قدرتمداران، زورمداران، خشونت گستران جز این نیست. یک یادآوری دیگه به گردانندگان این رژیم. خب این رژیم بده. چرا بده؟ به خاطر اینکه زور سالاره، خشونت سالاره، قدرت سالاره. چی خوبه پس؟ مردم سالاری خوبه، دموکراسی خوبه، مردم سالاری خوبه. حالا برای رسیدن به مردم سالاری، حالا اون کمال مطلوب مردم سالاری مستقیم مشارکتیه، عرض کنم که مشاورتی است. راه طولانی است ولی در اون راه باید قدم برداشت. یه عده نشستن در انفعال، در تنزه طلبی و عافیت طلبی نشستن، نمیگن که بد مردم سالاری، نشستن نظارگر هستن که بذارنشون توی کجاوه عرشبت که گوهراغین عرشبت که ناز و نعمت، اینا رو بشونن تو اون کجاوه ببرن برسوننشون به مردم سالاری. نه، اینجوری نمیشه. هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، با سلیقه خودمون، با توان خودمون بایستی که یک قدمی ورداریم در جهت رفتن به این مردم سالاری که عرض کردم. حالا هر چقدر هم در ظاهر اون به نظر اون قدم کوچیک بیاد، در ظاهر به نظر اون کاری که میکنیم کوچیک بیاد، یک کاری باید کرد. بر ما بخشوده نیست انفعال در این شرایط خطیری که دنیا شاهدش است، در این شرایط خطیری که میهن ما شاهدش است. حیات ملی ما در خطر هست. از این واضح تر نمیتونم بگم. و اون ذکاوت و حماقتی هم که در مورد گردانندگان این رژیم گفتم، یادآوری میکنم که اونهایی که میزان ذکاوتشون کمتره و اون یکیش بیشتره، چشمشون رو باز کنن. آغوش گرم پذیرای ملت باز، برگردید به آغوش باز مردم. لذت ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر رو به خود روا بدارید. خب حالا این مسئله که عرض کردم، هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش، به توان خودش، به سلیقه خود، هزار جور، هزارها، میلیونها کار میشه راجبش فکر کرد. ولی صبح که از خواب بیدار میشیم تا اینکه شب سرمون رو میذاریم روی تکا و میخوابیم، از خودمون بپرسیم که امروز من چی کار میتونم بکنم. نه اینکه کارمون رو تعطیل بکنیم، کار و زندگیمون رو تعطیل، هر کسی هر کاری داره، تعطیل نکنیم، ولی یک قدم کوچیکی که میتونیم برداریم در جهت مردم سالاری، لااقل فکر که میتونیم بکنیم. اون چه که موضوع سخنان من هستش امروز در خدمت مخاطبین این جلسه، همینه که الان بیاندیشیم فقط راجع به اینه که چه کار میشه کرد و به اصطلاح چه جور میشه تدبیر اندیشید برای سرنوشت‌های خوب و خوبتر. گفتم وقتی که شب سرمون رو میذاریم به متکا، از خودمون بپرسیم، بیلان کار امروز خودمون رو بپرسیم از خودمون، خب من امروز چی کار کردم در جهت مردم سالارتر شدن و حقوق منتر شدن خودم در درجه اول، و بعد نزدیکانم، و همینجور حلقش رو اضافه بکنم به اینکه در کشورمون، در شهرمون، روستامون، استانمون، کشورمون، منطقه و در دنیا. هر چقدرم اون قدم، اون کار به نظر کوچیک بیاد. حالا یه چیزی هم باید یادآوری کنیم به خودمون، گفتم شب که سرمون رو میذاریم رو متکا، بهتره که تا وقتی که متکا داریم، تا وقتی که مثل بسیاری از مردم ایران کارتون خواب نشدیم، به این فکر بیفتیم که زیادم بعید نیست. اون کسانی هم که کارتون خواب شدن، همشون هم سرنوشتشون این شکلی نبود از اولی که به دنیا آمدن. بایستی که بیاندیشیم برای سرنوشت‌های خوب و خوبتر. خب حالا جنگ روانی رو عرض کردم. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست. جنگ عراق رو نمیتونست امریکا را بندازه، جنگ حمله به عراق و افغانستان رو، مگر اینکه در جنگ روانی علیه مردم پیروز باشه، و ما اینجا در امریکا و بقیه دنیا شاهدش بودیم. جنگ بر علیه مردم رو این رژیم نمیتونست پیروز باشه ظرف این 14 دهه گذشته، مگر اینکه جنگ روانی رو پیروز بشه، و این جنگ روانی رو پیروز شده با بکارگیری
از صدا و سیما و سایر وسایل پروپاگاندا و مغزشویش. این جواب سوال شما که چه انگیزه ای بود که به فکر مثلا چنین مقاله یک نفر میتونه بیفته. خب حالا اون تجربه ای که ما داریم از بهار انقلاب ایران، ما دیدیم که بدون کمک گرفتن از قدرت‌های خارجی، با خودجوشی، با خودانگیختگی، یک رژیم شاهنشاهی 2500 ساله رو ما برانداختیم و رژیم جمهوری رو برپا کردیم. ولی به اندازه کافی اون حد اقل لازمی از ما مردم به اهمیت رسانه‌ها و درامیختن افکار و اندیشه‌ها با هم دیگه، افکار عمومی با هم دیگه آگاه نبودیم. و متأسفانه به اندازه کافی اون حداقل لازمی از ما مردم در صحنه گردانندگی امور رسانه‌های هماهنگی همگانی همکاری نکردیم و متأسفانه دیدیم که سرنوشت رسانه‌ها چطور شد. کسانی که در همون ابتدا، خدا رحمت کنه، آقای قطب‌زاده رو که جون خودش رو هم داد، با عدم به صدا چشم چه گوشه چشمی داشتن به خشونت زدائی و عرض شود که دوری از قدرت سالاری. خب حالا این رسانه ها، یه یادآوری هم بکنم، ما این رسانه ها مال ماست، این صدا و سیما با این بودجه عظیمش، با این همه کارتون خوابی که داریم، این پولای مال اون خوراک روزانه اون کارتون خواب هاست که اینا میان خرج خودشون میکنن، خاص خرجی ها و رانت دهی ها و ساندیس دهی ها و ساندیس خارام که فرابون هستن میکنن که این مغزشویی رو انجام بدن. یک مثالش هم در اون تعزیه براتون گفتم که دیدیم که چجوری هست. خب حالا ما برای رسیدن به اون هدف مردم سالاری بایستی که هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، لااقل در حال حاضر بیاندیشیم. این عرایز من مربوط به آینده نیست که بزک نمیر، بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد، نه. اگر که منتظر چنین چیزی هستید و عدو وحید ها هستید، یعنی خود را بی نقش میدانید. منظور خود شما شنونده و بیننده عزیزی، همین شمای شما هستید که به سهم خودتون، به نوبه خودتون در این کار قدمی برده. خب حالا از حالا چی کار میشه کرد؟ از حالا به همین اندیشه باشیم که چجور میشه خودم رو، من شنونده، من بیننده، من گوینده، خودم رو بیشتر در صحنه نگه دارم، در صحنه ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. از حالا بیشتر وارد صحنه بشم، به سهم خودم، به نوبه خودم، به اندازه توان خودم، به اندازه سلیقه خودم، بر طبق سلیقه خودم. ولی یه کاری باید کرد، یک کاری، هر چقدر اون کار در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، این هی تکرار بکنیم، بیاندیشیم که چجوری میشه مردم سالارتر بود و چجوری میشه در صحنه بیشتر موند. بعد که این فکر رو کردیم، اون وقت هر کسی سلیقه‌ای داره، هر کسی نظری داره، ما به هر حال میتونیم در فکر خودمون با یک اندیشه هایی داشته باشیم، میتونیم چند تا هم فکر خودمون رو پیدا بکنیم. اون چه که به کرات در برنامه شما آقای جوادزاده در عصر جدید با مخاطبین عزیز این برنامه در مورد هسته ها صحبت کردیم، هسته های حقوقمند، هسته هایی که متشکل از 2 نفر، 10 نفر، 5 نفر، 4 نفر، بسته به جا و مکان آدم، بسته به سن و شرایط و تخصص و ذوق و سلیقه آدم، با هم دیگه جمع بشین، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، بیاندیشیم. مهمونی و آمد و رفت جای خود، ولی از مثلا 4 ساعت، 5 ساعت که میره آدم خونه دوست و رفیق و فامیلش، نمیتونه مثلا نیم ساعت، 10 دقیقه، یه رو یه ساعت شو بذاره، بیم حالا بشینیم یه خودم فکر بکنیم تدبیر و امورمون رو چجوری میتونیم بیاندیشیم راجبش. در کمال خوشی، در کمال دوستی و همزیستی و همسازی و همسویی. خب حالا بیایم این هسته های چند نفره ببینیم که در واقع میشه اینو بهش به صورت دولت سایه نگاه کرد. دولت سایه، دولت مال مردمه، دولت الزاماً فقط واسه رئیس و وزیر و وکیل و اینا نیست، مال ما مردمه. هرچه ما بیشتر در این دولت وارد باشیم، سرنوشت ما بهتر میشه. مثل کشورهایی که بر اساس آمار سازمان ملل سرنوشت های بسیار بهتری دارن تا ما، خوشبخترن، خوشحالترن، امیدوارترن، شادترن، برعکس ماها که در اون ردبندی ها در زمره کشورهای
دپرست عرض کنم به خدمت شما، ناامید، مضطرب، افسرده قرار میگیریم. هرچه که بیشتر در تدبیر امور خودمون شرکت بکنیم و از حالا به صورت دولت سایه، با این یادآوری نه اون دولت سایه‌ای که اون آقایونی که دارن الان پول میگیرن از عربستان و استراتژی و تاکتیک میگیرن از دولت‌های غربی مثل امریکا و انگلیس و عربستان و اسرائیل، اون منظورم نیست. دولت مردمی، مردم سالار، نه قدرت سالار، نه اینکه این قدرت بره یه قدرت دیگه بیاد جاش با دخالت خارجی یا بدون دخالت خارجی هم که نمیشه قدرت سالار بود. این پنبرم از تو گوشمون در بیاره. خب این دولت سایه در تمام چهار تا شاخش، شاخه مقننه، شاخه قضاییه، شاخه اجراییه عرشبت که و شاخه رسانه های همگانی، میتونه از حالا تغییر امور بکنه. اونایی که حقوقدان هستن، دانشجویان و استادان و حقوقدانانی که در رشته حقوق تخصص دارن یا دارن تخصص میگیرن، اونا ببینن که شاخه قضاییه رو چجوری میشه بهتر اداره کرد، اشکالات شاخه قضاییه فعلی چجوریه، چه چیزهایی هست و چجوری میشه اونها رو رفع کرد. عملا در فردای فروپاشی این نظام که بسیار محتوم هست، حتمی بودنش حتمیه، سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره. کی میشه؟ آقای زنگنه گفت، زنگنه ازش پرسیدن که بالاخره تا کی این قیمتهای بنزین رو هی میخوای ببری بالا، گفتش که تا وقتی که مردم تحمل کنن. دیر و زود رفتن این رژیم هم بستگی به تحمل ما مردم داره که تا چه مدت تحمل بکنیم و نیاییم اعتراض بکنیم، نیاییم تو خیابونا اعتصابات سراسری، اعتراضات سراسری. آنچه که در الان بلاروس هست شما رو سانسور میکنن، آنچه که در بیروت هست، آنچه که در بلغارستان، در جاهای دیگه هست در دنیا. ما که در کشورمون با انقلاب 1357 بنیانگذار چنین جنبش های بودیم در تاریخ معاصر، در بهار انقلاب ایران، چرا دوباره از سر نو شروع نکنیم؟ این آتش زیر خاکستر رو نیاریم بیرون و به تلالوش در نیاریم در کشور خودمون، در منطقه. خب حالا در که در هسته های خودمون، یا اگر که نشد به صورت تنهایی، اگر که ملاحظات امنیتیه یا هر ملاحظات دیگه ای که هست، نگیم که من یه نفر آخر چجوری من میتونم کاری انجام بدم. این یه نفر، تو نگو همه به جنگند، تو نگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز، چراغ خودت رو برافروز، بدون که با نور برافروخته چراغ تو در قدم برداشتن به سوی مردم سالاری، در قدم برداشتن به سوی حقوق مند تر شدن پیوسته، چراغ‌های دیگری هم برافروخته خواهد شد. خب حالا اگر که شد در هسته های چند نفری، اگه نه به تنهایی، در سلیقه های مختلف، گفتم در حقوق، در اجراس، در مهندس راه و ساختمان، ببینه که مشکلات و معضلات راه و ساختمان کشور چجوری، صنایع در صنعت کشور چطور، در کشاورزی همینجور، آنچه که مورد صحبت ماست در رسانه ها، در همامیختن افکار عمومی. میشه الان نگاه کرد، داریم الان راجبش فکر میکنیم دیگه، حرف میزنیم، میشه الان فکر کرد. بابا فکر کردن که نمیان آدم رو بگیرن، که اینه که بگید که شماها میگید که مردم اعتراض اعتصاب از این حرفا میگیرن، میزنن، میکشن، میبرن، که بابا یکی تو داره میره سر کار، تو اتوبوس، تو مترو، فکر داره میکنه، اونو که دیگه نمیان بگیرنش که. چرا به ساختن سرنوشته بهتری فکر نکنه آدم؟ خب فکر بکنیم که الان اون که در انگلیسه، اون که در امریکاست، اون که در سوئده، اون که در ایرانه، اونایی که در کشورهایی که نسبتاً دموکراسی بیشتری دارن، رسانه هاشون که مردمی تر هستن، اونایی که با بودجه مردمی دولتی به اصطلاح اداره میشن، اونا چه نقاط مثبتی دارن، چه نقاط قوتی دارن و چه نقاط ضعفی دارن. اون نقاط قوت رو ببینیم که چجوری میشه برداشت و تطبیقش داد با کشور ایران، با فرهنگ ایران و ایرانی، و اون نقاط ضعف رو ببینیم چیه، بکشی بیرون، انتقادش بکنی، تبدیل بکنی به نقاط مثبت و قوت، ببری تو ایران و اونجا در فضای ذهنی خودت این رو بپرورونی و این رو با همفکران خودت، همسلیقه های خودت به صحبت بگذاری. خب این هسته های حقوقمند مردم سالار در روستاها، در شهرهای بزرگ و کوچک، در منطقه های مختلف، اینا با همدیگه جمع میشن. اینا کم کم میتونن
هسته ها در داخل خودشون همکاری و همیاری دارن، هسته ها در بین خودشون، بین همکاری های بین هسته ای رو کم کم ادامه میدن و دامنش رو افزون میکنن. بعد از این که اینطور شد، کم کم میشه به فکر این بود که یک شوراهای تشکیل داد، شوراهای مردمی. حالا در دوباره دارم میگم در مورد ما داریم فقط راجع به شاخه، در مورد همه شاخه ها میشه صحبت کرد، داریم راجع به شاخه چهارم، گردانندگی به اصطلاح امورات رسانه های همگانی داریم راجع بهش صحبت میکنیم. ببینیم که گردانندگی در عمل، در عمل با این مقدمه که عرض کردم، با درسگیری از انقلاب ایران و بقیه کشورهای جهان و با درسگیری از کشورهایی که نسبتاً دموکراتیک هستند، چجور میتونیم یک تدبیر رو بیاندیشیم برای گردانندگی امور رسانه‌ای در منطقه کوچک خودمون، در شهر کوچک خودمون، در روستای خودمون، در منطقه خودمون، و تشکیل دادن شوراها. این شوراها با هم در تماس و تعامل خواهند بود. این شوراها همینطور که میگذره با ارتباطات بیشتر و بیشتر پیدا کردن با شهرهای مختلف در نقاط مختلف ایران، در نقاط مختلف دنیا به صورت مجازی میتونن همکاری بکنن. این شوراهای شهر و روستا در امور گردانندگی امور رسانه ها، رسانه های همگانی که بودجهش رو دولت میده، بودجهش پولش مال ما مردم هست، در سطح استان ها شروع بکنن به تشکیل شدن. این شوراهای استانی، این شوراهای استانی که میتونه در منطقه و در استان قرار گرفته باشه به صورت فیزیکی، یا در خارج و در تمام دنیا با وسایل مجازی و اینترنتی و دیجیتال در ارتباط باشن، اینها با هم دیگه هم فکری و تعامل میکنن. کار و زندگی رو لازم نیست تعطیل کرد. آنکه خانه داره، آنکه دکتره، آنکه مهندسه، آنکه هر کار دیگه ای داره میکنه، لازم نیست آدم کار و زندگی، حتی آدم لازم نیست تفریح و مرخصی و خوشی و شادیش رو هم تعطیل بکنه. تدبیر و امور کشور، ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، شکنجه و ایزوله کردن و زندان کردن خود آدم که نیست. شوق و شعف بسیاری داره، بهترین تفریح از دید من. ولی اگه یکی کوهنورد، کوهنوردیش هم میتونه بکنه، چرخ سواریشو بکنه، ورزشش رو بکنه، آشپزیشو بکنه، کار و زندگیش رو انجام بده. ولی میشه مثلا یه چند دقیقه در روزم به این فکر باشیم که بابا وضع ما بده، در شرایط بدی هستیم، من به سهم خود، به نوبه خود، به بر اساس توان خود، به نوع سلیقه خودم یک کار کوچیکی که میتونه باشه فکر بکنم لااقل در عرض روز، که شب رفتم بخوابم وجدانم پیش خودم راحت باشه که امروز یه کاری کردم، حتی یه تفکر 5 دقیقه‌ای که اشکال نداره که. خب در شهر و روستا، در استانها شوراهایی تشکیل میشن. این شوراها میتونن حتی الان کم کم با ارتباط برقرار کردن با همدیگه، شورای کشوری رو برای اون تمرکزی که الان داره، گردانندگی صدا و سیما، اون با بر اساس زور سالاری داره اداره میشه، چجوری میشه بر اساس مردم سالاری، حقوق سالاری، حقمندی و حقوق مداری او رو اداره کرد. پولشو ما داریم میدیم، مال ماست، از حلق اون بچه کارتون خواب، از حلق اون کودکان کار کشیده شده بیرون، از اون دختر بچه‌ای که تن فروشی میکنه، هموطن ماست. شرمندگی و شرمساری بر من، بر شمای شنونده، که به اندازه کافی ما فعالیت نکردیم که این آسیب‌های اجتماعی اتفاق نیفته. هر کدوم از ما مقصریم، به سهم خودمون، به نوبه خودمون. بیایم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، اون آسیب‌های اجتماعی رو ترمیم کنیم. میتونیم که به سهم خودمون یک میلیمتر که میتونیم قدم برداریم که. خب حالا میایم ببینیم که در سطح به اصطلاح کشور، داشتم عرض میکردم شورای کشوری در سطح کلان چجور میتونه اداره بکنه این رسانه ها رو. اداره کننده های این رسانه ها منتخب از مردم، از دل مردم، آمده از انتخابات آزاد و مستقل توسط مردم، در نتیجه پاسخگو به مردم. ببینید یک سوال اساسی رو ما باید جواب بدیم. این رسانه های عریض و طویلی که الانه، این بودجه عظیم و کلانی که این
آقای مطلقه داره میده، فردای فروپاشی این رژیم، خب اینو چیکارش باید کرد؟ اینو ببندیم درشو، از بین ببریم، یه دینامیت هم بزنیم زیرش، منفجرش کنیم، برای اینکه خیلی مثلا چیز بدی بوده، چیز بدی بوده که شکی نیست، ولی این مال ماست، استفاده بکنیم ازش. من میگم که این بودجه‌ای که این داره خرج میشه براش مال ما مردمه. حرف بدیه میزنم، پس میگم که اگر که این مال ما مردمه، متصدیانشو چرا قدرت بایستی که انتخاب بکنه؟ حتی قدرت صالح رئیس جمهور منتخب در کمال استقلال و آزادی هم اگر که با یک انتخابات سالم انتخاب شده، او چرا باید منصوب بکنه رئیس صدا و سیما رو؟ مجلس شورای ملی چرا باید منصوب بکنه رئیس شورای ملی رو؟ یا قوه شاخه قضاییه چرا باید منصوب بکنه نمایندهی در گردانندگی شورای به صدا، گردانندگی رسانه های همگانی؟ من میگم ما چرا نکنیم؟ ما مردم چرا نباید بتونیم انتخاب بکنیم نماینده های خودمون رو برای مدت محدود؟ برای مدت محدود و پاسخگو به ما انتخاب کنندگان. حرف من اینه و اینو میشه از الانه تمرین کرد. شاخه چهارم دولت، شاخه رسانه های همگانی، یک سوال ساده رو باید جواب بده. با این دستگاه عریض و طویل رسانه ها چیکار بکنیم؟ و شماره یک، شماره دو، این که گردانندش کی باشه؟ انتصابی باشه یک انتخابی باشه؟ پاسخگو به قدرت باشه، حتی قدرتی که توسط مردم و گذاشته شده سرکار، یا این که نه مستقیم به ما مردم پاسخگو باشه؟ چیز زیاد سختی نیست فهمیدنش و سوال کردنش و پاسخ. خب اگه از حالا تمرین بکنیم این مدیریت رو بسیار کارسازتر میتونیم بکنیم. پس ببینید اینا تا حالا هرچی که گفتم اکثرش در حد اندیشه است، در حد فکره. هیچ نگفتم برید تو خیابون شعار بدید، هیچ نگفتم برید بیرون شعار بدید آنچه که گفتن بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن، که بسیار پسندید از اون شعار پرشور، و اونجا هم خواهیم رسید. خب حالا یه کار دیگه که میشه همین الان کرد، شناسایی کارمندان دستگاه مغزشویی و صدا و سیما و دستگاه پروپاگاندای رژیم ولایت مطلقه هستش. شناسایی، نه اینکه زاغشون رو بزنیم تو کوچه پس کوچه بزنیم، فحش بدیم، ناسزا بگیم یا حتی کلامی بیانی، نه. قضیه ما قضیه خشونت زدایی، مردم سالاریه. با خشونت نمیشه به مردم سالاری رسید، با خشونت به قدرت میشه رسید. از حالا همین تمرین رو بکنیم، این یکی پنبه رو تو گوشمون در بیاریم که اگر که الان در پی روش های خشونت مدارانه هستیم، یکی بدتر از اینو میان با دست خودمون دیگه. ببین چه واویلایی میشه، با دست خودمون میشیم جای آقای خامنه ای اگر خشونت رو راه حل میدونیم. دودش هم اولین کس به احتمال خیلی زیاد در چش خود اون خشونت پرستا خواهد رفت، کما اینکه در تجربه انقلاب دیدیم و در بقیه دنیا. خب حالا چیکار بکنیم؟ بیایم گردانندگان، کارمندان جز، کارمندان میانه، کارمندان کل صدا و سیما رو شناسایی کنیم، تو دوستی، تو آشنایی، تو خانواده، تو همسایه‌ای، و صحبت کنیم باهاشون کم کم. آقا این که نشد آخه، تو درسته که باتوم دستت نیست، اسلحه دستت نیست، کاب نمیزنی به کف پای خواهر و مادر بقیه هموطنامون، ولی تو اگه این کاری که میکنی رو نکنی، اون که نمیتونه تو زندان ایوین اون کاری که میکنه رو بکنه، اون بسیجی ساندیس خور که میاد تو خیابون، اون که نمیتونه بدون مغزشویی که تو داری میکنی این کار رو انجام بده. کم کم با صحبت دوستانه، با لطف، با محبت، عاشقانه، عشق به انسان، انسانیت به بشریت، این در دلها رو باز میکنه. پلیدترین آدم ها در دلشون باز میشه. از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت درد ها شافی شود، از محبت شاه بنده میکنند، از محبت مرده زنده میکنند. با محبت، با دوستی،
مرده قدرت رو میشه زنده حق و حقانیت و انسانیت کرد با محبت، با دوستی. خب از همین الان میشه این کارو کرد. لازم نیست بیرادم تو خونش استراحت بکنه بگه که بیان وضع ما رو عوض بکنن، خیلی بد شده، مردم بیان یه کاری بکنن. این مردم ما نفهمیدیم بالاخره کیان این مردم که همه رجوع میدن به مردم. خب کی این مردم به غیر از من و شما هستین؟ با محبت، با خشونت زدایی بیان بگیم آقا خانم که شما خبرنگار عرشبت که صدا و سیما هستی که میری تو دهن یارو میذاری که چی بگو الان که دوربین رو باز میکنم میکروفون رو میگم دستت، چی بگو؟ خود فکر کن ببین چقدر نقش داری در کسی، در شکنجه اون کسی که میتونه خواهر و مادر خودت باشه در زندان اوین. نمیتونه برنگرده انسان. قسیل قلب ترین انسان ها نمیتونن برگردن مگر اینکه مغزشویی به اندازه کافی شده باشه درش که تبدیل شده باشه به یک موجود غیر انسانی و شده متاسفانه، ولی اونو میشه تغییر کرد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. میشه کمک کرد برسیدن به وصل خیش، به نهاد انسانی، نهاد آدمیت، نهاد محبت. بعد کم کم میتونی تشویق بکنی همون کارمند کل و جز رو به کارشکنی در امور مغزشویی، به کمکاری، به شرکت و مشارکت در نافرمانی های مدنی. اعتصابات سراسری در سال 56 و 57 اینجوری شروع شد با نافرمانی های مدنی در قسمت های مختلف مؤسسات و وزارتخونه های مختلف دولتی در هر سه قوه دولت و کم کم دیگه رسید به جاهای حساس مثل وزارت نفت و غیره و جالب و همینجور رسید به عرشبت که صدا و سیمای به صدا اون مال شاهنشاهی. خب این تشویق به نافرمانی مدنی یک کار بسیار مهم هست. استفاده از مقام و موقعیت این هموطنان عزیزی که چه بسا از بد روزگار در دستگاه مغزشویی این رژیم قرار گرفتن برای خارج کردن اطلاعاتی که در آرشیف ها هست. به یاد شما میارم که از جمله عوامل بسیار مهمی که کشتارهای دهه 60، فاجعه ملی کشتارهای دهه 60 که اوج اون در تابستان 1367 بود، سالگردش همین در آستان در همین موقع ها هست بود، اونها متوقف نمی شد مگر اینکه یک کسانی مثل جولیان آسانج ایران، مثل عرض شود که سنودن ایران، مدارک این قتل و جنایت ها رو به بیرون از زندان ها نشر دادند و کسان دیگری به بیرون از ایران نشر دادند و در نشریات خارجی منتشر شد و افکار عمومی دنیا برانگیخته شد و اون جنایت ها مجبور شد که ادامه پیدا نکنه. و آقای لاجوردی رو هم برش داشتن، آقای خلخالی مونده بود به اینه که وصیت کرده بود، در جایی رسیده بود آقای خلخالی که وقتی که من میمیرم دستخط حضرت امام رو بذارید تو کفن من که من رفتم اون دنیا، این کشدارهایی که کردم رو بگم آقا ببین من دستخط دارم، فرمان امام بود، مأمور و معذور. به همین مسخرگی و خندداری و بچگانگی میشه وقتی که مغز یک کسی توهی بشه از ذکاوت مردم سالاری و پر بشه از حماقت زور سالاری. اون گرداننده صدا و گردانندگان کل هم همینجور، اون کسان کارمندان منظورم بود، کارمندان صدا و سیما مثل همون خلخالی به حد خودشون در اون جنایت ها دست دارن، به خودشون بیان. اون آرشیف هایی که وجود داره در صدا و سیما اونا رو نشت بدن به خارجه، به خارج از صدا و سیما و به خارجه در اختیار مردم قرار بدن. الان ترور شخصیت 40 ساله که دارن میکنه با دروغ زنی. یکیشو براتون بگم، مثلا میگن گفته آقای بنی‌صدر موی زن اشعه داره، در یه جلسه هم گفته، فیلمش هم گرفتن
توی صدا و سیما آرشیوش هست. اینا که این همه بر ضد خط استقلال و آزادی در جنگ هستن، در ترور شخصیت هستن، چرا اون فیلمو نشون ندادن؟ برای اینکه همچی چیزی نیست، همچی حرفی زده نشده. یه کسی یه سوال کرد و یه شخص سخنرانی هم جواب داده. خب این جور چیزا رو میشه نشر داد به خارج که این ترور شخصیتی که علیه خط استقلال و آزادی که الان مقام سخنگویی دوران گذار رو میتونن برای خشونت زدایی، برای گذار خشونت زدا از استبداد به مردم سالاری مدیریت بکنن، این از جمله کارهایی است که میشه از همین الان کرد. من در حدود 8 دقیقه بیشتر وقت ندارم. خب کم کم بره آدم ببینه در منطقه خودش، در شهر و روستای خودش، در استان خودش، در مرکز، ببینه که چجوری میشه یک به اصطلاح نفوذ کرد در ساختمون‌ها، در استودیوها، در مراکز صدا و سیما و جاهایی که به اصطلاح قابل نرمتر هستش، قابل نفوذتر هستش کجا هاست و اونها رو بهش رسیدگی بکنه، در اون هسته های خودش بهش بیاندیشه و در زمانی که فرصت ها فراهم شد که محتوم هست، حتمی هست، اون رو با خشونت زدایی، نه با خشونت گستری. ببینید این حرفایی که من میزنم بر قدرت پوشیده نیست. اون فرقه ای که رفتش با صدام هم داستان شد و الان معلوم نیست در کجای دنیا یک چند تا آدمایی رو زندانی کردن در یه جا، هیچی هم باقی نمونده ازشون. اونا هم این فکرها رو میکنن. اون آقایی که پدر شاه بوده، خب حالا پدر شاه بوده، کسی نگفته که تو شاه هستی نیستی، که اونم الان اعوان انصارش دارن این فکرها رو میکنن که چه جوری بشه وقتی که این رژیم ریخت بریم اونجا رو بگیریم و تسخیر بکنیم. اونایی که خشونت سالار هستن میخوان سرنوشت‌های بد و بدتری رو به ما تحمیل بکنن با انفعال ما. ولی ما بیشماریم، ما بیشماریم، ما میتونیم از همین الان بیاندیشیم که راه‌های تسخیر آنچه که مال ماست، قصبی قصب شده، رو با خشونت زدایی از الان راجبش فکر بکنیم و با این شوراهایی که در دست داریم هرچه زودتر بعد از تسخیر اون مراکز بتونیم که صدای مردم رو، صدای خشونت زدایی رو، صدای محبت و عشق رو، دوستی رو به چشم و گوش هموطن خودمون برسونیم. خب در مقاطع مختلف میشه فکرها و اندیشه های مختلف رو مدیریت کرد، از الان تا زمان فروپاشی، از زمان فروپاشی تا انتخابات به اصطلاح قانون اساسی، انتخابات شاخه های مختلف دولت حقوق مدار از جمله شاخه چهارم رسانه های همگانی و بعد از اون گردانندگی رسانه های که در واقع در خدمت مردم هستند، گردانندگاش منتخب مردم و پاسخگو به مردم هستند. اگه از الان تمرین بکنیم در این تمرین هر روزه، فکرشو که میتونیم بکنیم که اونایی که به رسانه ها علاقمند هستن به اهمیت نقش افکار عمومی واقف هستن، فکرشو که میشه کرد، این نظارت رو که میشه کرد. نظارت رو یه آقای بود استنلی بنتام که این پان اپتیکان رو برای گردانندگی زندان ها مطرح کرد. یه چیز جالبی بود که زندان ها رو به صورت یک استوانه میسازن، یک در این استوانه در طبقات مختلف سلول های زندانی ها هست، در این وسط هم یک برج کنترلی هست که در اون برج کنترل 360 درجه زندانبان ها بدون اینی که اون زندانیان ببینن مشغول نظارت کردن و کنترل کردن زندانیان هستن که دست از پا خطا نکنه. اینو بهش میگن پانوپتیکان. حالا من چیزی که فکر میکنم که راجبش میشه بیاندیشیم، اینم از چیزهایی که میشه راجبش فکر کرد، پانوپتیکان واژگونه است. یعنی به جای زندان شما زمین بازی رو در نظر بگیرید که دولت اون وسط قرار گرفته، تماشاگران در این استادیوم فوتبال هم مردم هستن، دولت اون وسط هست، مردم هم فعالانه
با تایید و تکذیب خودشون، با نظارت دقیق، با موش کافی، کوچکترین حرکت بازیکن فوتبال در صحنه از چشم تماشاچیان دور نمیمونه. این پانوپتیکان واژگونه. آنچه که به شاخه چهارم دولت من الان خدمتون عرض کردم و در قانون اساسی پیشنهادی آورده شده، این پانوپتیکان واژگونه هست که دولت رو میذاریم در وسط، دولتی که گماشته شد، گماشته ماست، گماشته شده توسط ماست که اون کاری که ما میخوایم رو تدبیر و اموری که ما میخوایم رو انجام بده، نه اینکه انتخاب بکنیم و بعدم خدا حافظ تا 4 سال دیگه بگیم آقا سیاست پدر مادر نداره. سیاست پدر مادر نداره به شرطی که قدرت اصل باشه، به شرطی که الان گردانندگان مثل آقای ترامپ، آقای خمینی، آقای نتانیاهو که همه از یک جنس هستن باشه. سیاست رو پدر مادر دار میکنیم با اندیشیدن به برای تدبیر امور برای سرنوشت‌های خوب و خوبتر. اون فردا دیره، از همین الان موقعش هست که انجام بدیم. از همین الانی که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، بر اساس توان خودمون و بر طبق سلیقه خودمون میتونیم یک نقش کوچیکی داشته باشیم، هر چقدر که اون نقش در ظاهر به نظر بسیار بسیار کوچیک میاد. از توجهی که کردید خیلی خیلی متشکر هستم. اوقات خوشی رو برای شما آرزو دارم. با سپاس فراوان از شما و امیدوارم که نسل جوان، نسلی که